شرکت کنندگان در نشست اتاق بازرگانی صنایع و کشاورزی اسلامی که با حضور 19 کشور جهان در شهر مقدس مکه برگزار شد اعلام کردند که نرخ رشد بازار غذای حلال در جهان 17 درصد افزایش یافته است هشام محمد کرکی نایب رئیس اتحادیه اتاقهای بازرگانی و صنایع عربستان و رئیس هیئت مدیره اتاق مکه مکرمه اعلام کرد که نرخ رشد بازار غذای حلال در جهان 17 درصد افزایش یافته است به افزود از آنجایی که مجموع هزینه های سالانه بخش های حلال در سال 2020 حدود 4.6 دهم تریلیون دلار تخمین زده می شود انتظار می رود نرخ رشد مصرف غذای حلال به میزان زیادی در سال جاری افزایش یابد وی در اختتامی سی و دومین جلسه هیئت رئیسه اتاق بازرگانی صنایع و کشاورزی اسلامی در مکه مکرمه که در روزهای جمعه و شنبه با حضور هیئت‌هایی از 19 کشور برگزار شد افزود بازار غذای حلال بیشترین رشد در سبد غذای جهانی را داشته است